سلام مخاطبان عزیز، فصل سوم از ریاضی و آمار 2 پایه 11 رشته علوم انسانی را آغاز میکنیم. عنوان این فصل آماره که در درس اول شاخص و در درس دوم سری های زمانی رو آشنا میشیم. میگیم آشنا میشیم، دلیلش اینه که ما در دبیرستان با مفاهیم پایه و اساسی در هر زمینه‌ای برخورد داریم. شاخص مفهوم بسیار گسترده‌ایه. تعریف شاخص چیه؟ کمیتی است برای اندازه‌گیری یا مقایسه بین پارامترهای یک جامعه با جامعه دیگه یا خود همون جامعه در زمانهای مختلف. مثلا وقتی که میخوایم وضعیت بیکاری یک جامعه رو بررسی کنیم، یه روش آماری اینه که بریم از تک تک افراد بپرسیم که کار دارن یا ندارن، که این سرشماریه. اما ما در علم آمار معمولا از نمونه گیری استفاده میکنیم، یعنی به صورت تصادفی رندوم با روش های مختلفی میتونیم این نمونه گیری تصادفی رو انجام بدیم. از افراد سوال میکنیم که کار دارن یا ندارن. از این نتایج که مربوط به نمونه تصادفی هست، ما آماری که به دست میاریم و استنباط میکنیم برای پارامتر جامعه. برای همین بهش میگن آمار استنباطی. خب اومدیم از 100 نفر از یک جامعه مثلا 1,000,000 نفره پرسیدیم وضعیتشون رو، در مورد کار به دست آوردیم 30 نفر کار داشتن. میگیم 30% این افراد جامعه کار دارن. این شد شاخص. همین کمیت در زمان دیگه‌ای وقتی بخواد تغییراتش بررسی بشه، یعنی بخوایم بگیم نرخ بیکاری در این جامعه چقدره، میایم میگیم که 2% یا 3% افزایش یا کاهش پیدا کرده نرخ بیکاری. همینطور شاخص بهای کالا و خدمات، یه سال و پایه در نظر میگیریم، میایم قیمت اجناس رو در نظر میگیریم، میگیم این قیمت متوسط برای کالا و خدمات برای این سال مبنا. بعد میایم سالهای دیگر رو نسبت به سال پایه تغییراتش رو بررسی میکنیم، میگیم چند درصد افزایش یا کاهش پیدا کرده. پس یه بار دیگه، شاخص یه کمیتیه، یعنی عددیه از جامعه که به کمک آن می توانیم پارامتری از جامعه های مختلف را با هم مقایسه کنیم، مثلا نرخ بیکاری، تورم. وقتی میگیم مثلا نرخ بیکاری جامعه ایران 12%، 13%، جامعه دیگه ای مثلا 5%، 4%، این شاخصه که میتونه به ما معیار بده برای مقایسه. نمیایم بگیم تعداد بیکاران انقدر تعداد بیکاران جامعه دیگه چقدره. از نرخ بیکاری به عنوان یه شاخصی که تعداد دیگه مطرح نیست، خودش یه نسبتیه، استفاده میکنیم برای مقایسه بین پارامتر بیکاری در یک جامعه با جامعه دیگه. یا نرخ تورم، واحد پول کشورها مختلفه، مردم کشورهای مختلف کالاهای مختلفی رو مصرف میکنن،
ما وقتی تورم رو تعریف میکنیم، میایم هزینه کالاها و خدمات رو محاسبه میکنیم، اما وقتی میایم تورم بین کشورهای مختلف رو با هم مقایسه کنیم، دیگه نمیگیم واحد کشور باید حتما یکسان باشه، مردم یک جور باید کالاها رو استفاده کنن تا بتونیم نرخ تورم در کشورها رو با هم مقایسه کنیم. نرخ تورم یه شاخص آماری هست که به ما میگه بهای کالا و خدمات نسبت به یک زمان مشخصی در همون کشور چند درصد افزایش پیدا کرده. پس شاخص میتونه برای مقایسه پارامتری از جامعه های مختلف استفاده بشه. همچنین شاخص یه معیار آماری برای تغییرات نسبی یک پارامتر در خود همون جامعه. وقتی ما نرخ تورم رو در یک سال نسبت به یک سال پایه محاسبه میکنیم، یعنی که قیمت کالا و خدمات چه مقدار چند درصد افزایش پیدا کرده. اینجا تصویر داشبورد ماشین رو میبینیم. اتفاقات زیادی داخل موتور، داخل ماشین میفته، اما از میان تمامی اون اتفاقات برخی از داده ها برای ما اهمیت دارن. مثلا میزان آبی که داخل رادیاتور ماشین هست، یا عقربه‌ای، یا صفحه مدرجی نسبت به یک حالت پایه میزان آب و این عقربه با حرکتش روی صفحه مدرج نشون میده، یا میزان بنزین، یا دور موتور. در تمامی این موارد یه حالت پایه رو در نظر گرفتیم، یعنی در نظر گرفته شده، نسبت به اون داره میگه که مثلا میزان آب رادیاتور از حالت پر به چه حالتی تغییر کرده. و اطلاعاتش برای اینکه خیلی سریع به ما اعلام بشه از صفحه مدرج و عقربه که نمایشگر هست استفاده میکنه. شاخص های آماری هم در حقیقت همین باری که این داشبورد ماشین برای آگاهی از اطلاعات مهم وضعیت ماشین به راننده میده، این شاخص های آماری در اقتصاد به اون کسانی که تصمیم گیر هستن اطلاعات مهم میده. به نوعی نبض اقتصاد گرفته میشه توسط اقتصاددانان، همون کاری که یه پزشک انجام میده. وقتی که بهش مراجعه میشه با گرفتن فشار، دمای بدن و شاخصهای دیگه وضعیت بیمار رو میسنجه. اما در مبحث شاخص خیلی مفهوم این که یک سال و پایه در نظر بگیریم تکرار شده. این یعنی چی؟ بذاریم اول یه مثال ساده بزنیم. فرض کنیم قد یه نفر در سال 90 بوده 1.70 متر. سال بعدش شده 1.73 متر. خب این داده است دیگه. اما اگه بخوایم شاخص تعریف کنیم، شاخص میاد میگه که این قد نسبت به قد پایه، یعنی همون سال 90، چه تغییری کرده؟ کنه بگید چه کاریه؟ خب قدش 1.70 بوده، شده 1.73، 3 سانتیمتر تغییر کرده. اما بیایم ببینیم شاخص چی کار میکنه.
این فرمول خیلی مهمه. قد در سال جاری تقسیم بر قد در سال پایه مساوی شاخص قد در سال جاری تقسیم بر شاخص قد در سال پایه. برای بهای کالا و خدمات مصرفی هم همینو مشابهشو داریم. بهای کالا و خدمات در سال جاری تقسیم بر بهای کالا و خدمات در سال پایه مساوی با شاخص کالا و خدمات مصرفی در سال جاری تقسیم بر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سال پایه. البته بیشتر با حالت طرفین وسطین شده این شما مواجه شدید. مثلا خواستید بهای کالا و خدمات در سال جاری رو حساب کنید، شده مساوی با بهای کالا و خدمات در سال پایه ضرب در شاخص بهای کالا و خدمات در سال جاری تقسیم بر شاخص بهای کالا و خدمات در سال پایه. اینجا هم اگر بخوایم بگیم قد در سال جاری با داشتن یه نموداری از شاخص قد که در سال پایه شاخص قد رو داشته باشیم، شاخص قد در سال جاری رو داشته باشیم، قد در سال پایه هم داشته باشیم، بخوایم به دست بیاریم طرفین وسطین باید کنیم دیگه. بگیم قد در سال جاری مساوی با قد در سال پایه ضرب در شاخص قد در سال جاری تقسیم بر شاخص قد در سال پایه. مهمترین نکته همین صد گرفتن شاخص در سال پایه است، چه برای شاخص بهای کالا و خدمات چه برای هر شاخص دیگه ای. بیایم اول این رو حل کنیم. میگیم قد در سال جاری 1.73، قد در سال پایه همون سال 90 1.70 مساویه با، ما میخواییم بگیم شاخص قد در سال جاری چقدره، x تقسیم بر شاخص قد در سال پایه 100 گرفته میشه. x میشه 100 ضرب در 1.73 تقسیم بر 1.7 هم میشه 101.76. این که شاخص در سال پایه 100 گرفته میشه یک عرفه، یک قرارداده. وقتی به سایت بانک مرکزی مراجعه کنیم اونجا برای ماهای مختلف اومده وضعیت شاخص بهای کالا و خدمات رو به صورت فایل PDF قرار داده. مثلا یکیش رو من دانلود کردم که مشابهش البته در کتاب درسی هم هست. همونطور که میبینیم بالا نوشته 1390 مساوی با 100. نمودار شاخص های بهای کالا و خدمات، یه شاخص کل داره و نمودار شاخص های مربوط به برخی از دسته کالا و خدمات معروف. اما این که در سال 1390 100 گرفته شده برای تمامی نمودارهای ماهای مختلف هم همینه. یه سال به عنوان پایه وقتی در نظر گرفته میشه 100، یعنی که وقتی میخواییم مثلا در سال 91 رو بررسی کنیم میشه 102. این دو اضافه شدن یعنی 2% افزایش بهای کالا و خدمات. به عبارت دیگه وقتی ما شاخص رو معرفی میکنیم خیلی برای ما محاسبات رو آسون میکنه، از این لحاظ که میدونیم نسبت به یک مبدأ زمانی، یک پایه زمانی، یک مبنای زمانی تغییرات اون کمیت به چه صورت بوده. مثلا همین قد فرد که در سال 91 شده 1.73 متر، شاخصش شد 101.76، یعنی 1.76% قد این فرد در طی این یک سال افزایش پیدا کرده. شاید مهمترین قسمت از کل این فصل یا سخت‌ترین بخشی برای درک همین عکس هست. اگه بتونیم این رو بفهمیم دیگه تمامی فصل از لحاظ
مفهومی مشکل چندانی نداره. اومده گفته شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی متوسط مبلغ پرداخت شده از سوی مصرف کنندگان برای مجموعه زیادی کالا و خدمت در طول یک سال است. بعد اومده ادامه داده این شاخص تحولات قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان می دهد. اگر بتونیم این دو خط را خوب درک کنیم شاخص رو فهمیدیم. البته مثالی که در ادامش اومده گفته خیلی کمک میکنه برای این که بتونیم شاخص رو به دست بیاریم اگر به ما اطلاعات رو بدن، اما حل کردن یک مسئله با استفاده از فرمول ها و جایگذاری عددی یک حرفه و فهمیدن مفهوم شاخص یا حرف دیگه است. اما برای اینکه بهتر بتونیم توضیح بدیم بیایم ببینیم اول سوال کجاست، ابهام کجاست. به مثال توجه کنیم، اگر سبد هزینه خانواری در سال پایه از دو کالای نان و گوشت تشکیل شده باشد، البته میدونیم سبد هزینه خانوار متنوع تره، بهداشت هست، مسکن هست، اما برای اینکه آسان تر کنه مفهوم شاخص رو گفته در نظر بگیرید همین دو کالا، هر چقدر تعداد کالا هم باشه همین روش میتونه براش در نظر گرفته بشه. قیمت این دو کالا در سال پایه به ترتیب 1000 و 50000 ریاله و در سال مورد نظر، حالا هر سالی میتونه باشه، به 1500 و 70000 ریال رسیده. با فرض آن که مقادیر مصرفی نان و گوشت در سال پایه به ترتیب معادل 280 کیلوگرم باشد، و البته اینجا باید میگفت در سال مورد نظرم حتما همین مقدار باید باشه تا بتونیم از این فرمول استفاده کنیم، اگه نباشه یه نکته ای داره که خواهیم گفت. اما فرض میکنیم در سال مورد نظرم مقادیر مصرفی نان و گوشت همین مقداره. برای محاسبه شاخص بهای نان و گوشت در سال مورد نظر به صورت زیر عمل میکنیم. یادتونه فرمول شاخص قد و مقدار قد به چه صورت بود؟ شاخص روی شاخص، مقدار قد روی مقدار قد. شاخص در سال مورد نظر تقسیم بر شاخص در سال پایه مساوی با مقدار قد در سال مورد نظر تقسیم بر مقدار قد در سال پایه. گفتیم مشابهش برای شاخص بهای کالا و خدمات هم هست. شاخص بهای نان و گوشت در سال مورد نظر تقسیم بر شاخص بهای نان و گوشت در سال پایه مساوی با بهای نان و گوشت در سال مورد نظر تقسیم بر بهای گوشت و نان در سال پایه. این همون فرمول طرفین وسط این شده است. اومده گفته شاخص بهای نان و گوشت در سال مورد نظر مساوی با، تو ذهنتون یادداشت کنید، شاخص بهای نان و گوشت در سال مورد نظر تقسیم بر شاخص بهای نان و گوشت در سال پایه مساوی با بهای نان و گوشت در سال مورد نظر تقسیم بر بهای نان و گوشت در سال پایه طرفین وسطه. اینش وقتی که شاخص بهای نان و گوشت در سال مورد نظر یه طرف تساوی باشه به چه صورت میشه؟ مخرج شاخص بهای نان و گوشت در سال مورد نظر شاخص بهای نان و گوشت در سال پایه است که 100 میره سمت راست، ضرب میشه در صورت. این صدی که میبینیم ضرب شده همون شاخص بهای نان و گوشت در سال پایه است. صورت بهای نان و گوشت در سال جاریه، برای همین 1500 ضرب در مقدار مصرف 200 به علاوه 70000 ضرب در مقدار مصرف 80 تقسیم بر بهای نان و گوشت در سال پایه.
از لحاظ فرمولی و عددگذاری به ما مسئله بدن، خب حل میکنیم. اما مفهومی که در دو خط بالا هست، بالاخره شاخص بهای کالا و خدمات چیه؟ متوسط مبلغ پرداخت شده؟ خب اگه متوسط مبلغ پرداخت شده باشه، یعنی ما بهای نان و گوشت رو حساب کنیم، هر چقدر میشه؟ 80 کیلو ضرب در هزینهش، 200 کیلو ضرب در هزینهش تقسیم بر 80 و 200، این میشه متوسط دیگه. اما ادامش که گفته این شاخص تحولات قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان میدهد، خب الان ما اومدیم بهای متوسط کالا رو برای نان و گوشت حساب کردیم. چجوری حساب کردیم؟ گفتیم 1500 ضرب در 200 به علاوه 70000 ضرب در 80 تقسیم بر 80 کیلو به علاوه 200 کیلو 280. اگر میگیم شاخص یعنی بهای متوسط یا متوسط مبلغ پرداخت شده از سوی مصرف کننده ها، معنیش همینه دیگه. اینکه الان چیزی رو به ما نشون نمیده غیر از متوسط. نکتهش اینه، درسته که ما متوسط مبلغ پرداخت شده رو حساب میکنیم، اما در فرمولی استفاده میکنیم که همون تناسبه بود. تو این حل مسئله دقت کنیم. نوشته شاخص بهای نان و گوشت، صورت و مخرج بهای کالا و خدمات، درسته؟ اگر صورت و مخرج رو تقسیم بر 280 کنیم، میگی چرا 280؟ مقدار مصرفه. چرا 280 تقسیم کنیم؟ میخوایم بگیم متوسط مبلغ پرداخت شده است. میخوایم بگیم برای 1 کیلو کالا در سال جاری چقدر تقسیم بر مقدار پرداختی برای 1 کیلو در سال پایه. اما تو این فرمول 280 نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه دور در رو نزدیک در نزدیک کنیم حذف شده. مثال قد دانش آموزان، یه دانش آموز نه، مثلا دانش آموزان یک کلاس 30 نفر باشن، قدای همشون رو بیاییم در یک سال به عنوان سال پایه جمع ببندیم، متوسط قدشون رو به دست بیاریم و در سال جاری متوسطش رو به دست بیاریم، شاخص قد چه تقسیم کنیم چه تقسیم نکنیم بر تعداد، مثل اینجا چون تو صورت و مخرج تقسیم بر 30 تا دانش آموز بودن و نبودن تقسیمش تأثیری نداره، مهم نیست. چی مهمه؟ اینکه یک سالو به عنوان پایه 100 در نظر میگیریم، مجموع قدار رو به دست میاریم در سال جاری، مجموع قدار رو در سال پایه به دست میاریم، شاخص در سال جاری به دست میاد. توی مثال ها خیلی این مفهوم به ما کمک میکنه که راحت تر بتونیم با مسئله ارتباط برقرار کنیم. البته برای حل مسئله نیاز نیستش اینقدر تحلیل کنیم، توی مثال ها خواهیم دید. از جمله شاخص های مهمی که در کتاب مطرح شده، برخیش به صورت مستقیم در درس و بخشیش مثل نرخ بیکاری در تمرین اومده. این فرمول خیلی مهمه، شاخص روی شاخص، سال جاری روی پایه، مساویه با مقدار در سال جاری تقسیم بر مقدار در سال پایه، که گفتیم اگر شاخص رو در سال پایه 100 در نظر بگیریم، میگه چرا گفتیم اگر؟ خب اگر 100 نباشه به ما بگه 200 در نظر بگیریم، بر مبنای
200 میتونیم تحلیل کنیم. اگر 100 در نظر بگیریم مثلا میشه 101.76 صدم. میگیم 1.76 صدم درصد افزایش. اگر 200 باشه به 250 شاخص تغییر کرده باشه چند درصد میشه؟ از 200 به 250 میشه 0.25 25 درصد افزایش. که مبنا رو میگیم 100 به خاطر اینکه تغییر شاخص دیگه درصد و مستقیم به ما میده. تورم از شاخص‌های مهمیه که در کتاب مطرح شده. به چه صورت به دست میاد؟ اگر شاخص بها در سال جاری یا همون سال مورد نظر منهای شاخص بهای کالا در سال پایه که در سال پایه 100 باشه به ما تورم میده. این نمودارم بسیار مهمه که در تمرین ها هم باش برخورد خواهیم کرد. محور افقی زمان، محور عمودی شاخصه. مثلا سال 90 شاخص رو میگیریم 100. این نمودار شاخص کل هر دسته از کالا و خدمات میتونن برای خودشون شاخص داشته باشن. شاخص مسکن، شاخص پوشاک، شاخص مواد غذایی. اما همه این شاخص ها یه پایه‌ای دارن. پایه‌شون که 100 در نظر گرفته میشه میبینیم از یه جا شروع میشه، کمک میکنه در هر سال یا ماهی وقتی نمودار رو روی محور عمودی بس کنیم میزان افزایش رو به راحتی به دست بیاریم. مثلا در سال 90 فروردین ما به عنوان مبنا پایه در نظر گرفته میشه شاخص 100. وقتی در فروردین 1395 شاخص میشه 220 شاخص کل، یعنی 120 واحد به شاخص اضافه شده. از اونجا که شاخص پایه 100 بوده یعنی 120 درصد افزایش. اگه بگه تورم چقدره؟ از اونجایی که در سال پایه 100 بوده میگیم شاخص بهای کالا یا شاخص کل 220 منهای شاخص پایه که 100 هست میشه 120 درصد تورم میشه. اما اگر سال 1395 رو به ما 220 بده بعد بگه شاخص در سال 1398 شده 400، اونجا دیگه پایمون 1395 شاخص پایه 220 باید از فرمول تغییرات شاخص 400 منهای 220 تقسیم بر شاخص پایه ضرب در 100 استفاده کنیم. پس تورم بر مبنای سال پایه و مبنای. پس اگه به ما بگه تورم در سال 98 نسبت به سال 95 چقدره؟ نگاه میکنیم روی نمودار. سال 98 شاخص 280 داده. البته به ما میگه تورم
کل کالا و خدمات. اگه بگی مثلا برای مسکن، خب باید اونجا شاخص مسکن رو به ما در سال 95 98 بده. تورم میشه تغییرات شاخص تقسیم بر شاخص پایه ضرب در صد. که اگر شاخص پایه 100 باشه دیگه اصلا این فرمول استفاده نمی کنی. چون اینجا سال 95 و 98 هست دیگه ضرب در صد باید بشه. شاخص یه نسبته، وقتی که نسبت به صد هست دیگه معنی نداره برای درصد گیری ضرب در صد کنیم. اما وقتی که یه نسبتیه که مخرجش صد نیست، برای اینکه تبدیل بشه به درصد ضرب در صد میکنیم. 280 منهای 220، این تغییرات شاخص تقسیم بر شاخص پایه 220 ضرب در صد، که این نسبت رو به درصد به ما میده تقریبا 30%. بیست و دو رو تقریبا 20 بگیریم میشه 30. اما بذاریم دقیق حساب کنیم، میشه 27% تقریبا. اما اگر بخوایم یه مسئله ساده از تورم مطرح کنیم، قیمت یه کالایی رو داریم نسبت به یک زمانی میخوایم ببینیم چقدر تورم داشته. مثلا قیمت دستمال کاغذی در 2 سال قبل بوده 1500 تومان، اینجا نرخ تورم رو به ما داده که هر ساله 20% بوده. بعد گفته انتظار داریم قیمت این دستمال کاغذی چقدر باشه بعد از 2 سال. یه زمان هست نرخ تورم رو میدن قیمت رو میخوان، یه زمان هست قیمت رو میدن میگن نرخ تورم رو حساب کنیم. فرمولش به چه صورته؟ بسیار شبیه فرمول محاسبه نرخ تورم از روی شاخص هاست. تغییر قیمت تقسیم بر قیمت پایه ضرب در صد. اما اینجا نرخ تورم رو داریم میخواییم قیمت رو حساب کنیم. میگیم تورم یعنی چی؟ یعنی افزایش. 20% اضافه شدن قیمت یعنی 20% ضرب در 1500 به علاوه 1500. 20% 1500 رو حساب میکنیم، با 1500 جمع میبندیم، این میشه قیمت بعد از 1 سال. رسیده به 1800، اما 2 سال گذشته. این 1800 دوباره بهش تورم 20% خورده. 20% هم یعنی 1/5. پس 1800 به علاوه 1/5 1800، این میشه قیمت بعد از 2 سال با نرخ تورم سالیانه 20%. 2160. نمیایم 40% رو ضرب در 1500 کنیم به علاوه 1500 کنیم، بگیم چون 2 ساله، هر سال 20% به این صورت حساب میشه. اگرم بخوایم برای مجموعی از کالاها و خدمات تورم رو حساب کنیم، میایم بهای اون کالا و خدمات رو حساب میکنیم در سال جاری، بعد نسبت به سال پایه تغییراتش رو به دست میاریم، تقسیم بر بهای کالا و خدمات در سال پایه ضرب در صد. نکته ای که گفتیم اگر مقادیر مصرف در سال پایه و سال جاری برابر نبود باید چی کار کنیم؟ باید بهای کالا و خدمات رو تقسیم کنیم بر تعداد یا واحد مصرف کیلو تا بهای متوسط کالا و خدمات رو به دست بیاریم. مثلا اگر در سال جاری ما 2 کیلو گوشت مصرف میکردیم، در سال پایه 1 کیلو نباید بیاییم
بگیم 2 کیلو ضرب در بهاش منهای 1 کیلو ضرب در بهاش تقسیم بر 1 کیلو ضرب در بهاش، باید هر دو به 1 نسبت تأثیر داشته باشه. میاییم هزینه رو تقسیم بر مقدار مصرف میکنیم تا هزینه متوسط در سال جاری و سال پایه به دست بیاد. تغییرات تقسیم بر بهای متوسط سال پایه ضرب در 100. اما در کتاب تمامی مسائلی که مطرح شده این طور فرض گرفته شده، مقادیر مصرف تغییری نکرده در سال پایه و سال مورد نظر. ما هم از اون تبعیت میکنی و این مثال رو با در نظر گرفتن ثابت بودن مقادیر مصرف مطرح میکنیم. 3 کیلو گوشت، 2 کیلو برنج، این سبد خانواره. ما میخواییم تورم رو ببینیم نسبت به این سبد خانوار چقدر بوده. در سال پایه که 90 هست، هر کیلو گوشت 40,000 رسیده به 50,000. هر کیلو برنج در سال پایه از 5,000 به 10,000 افزایش پیدا کرده. زمان هست بگم قیمت برنج چند درصد افزایش پیدا کرده؟ میگیم 100%. از 5,000 به 10,000، 10,000 منهای 5,000 میشه 5,000 تقسیم بر 5,000 ضرب در 100 میشه 100. 100% یعنی 2 برابر شدن. اما اینجا مسئله تورم برای سبد خانواره نه برنج. میایم میگیم هزینه ها در سال پایه شامل 3 کیلو گوشت، 2 کیلو برنج. البته داریم میگیم سبد خانوار برای 1 سال به صورت فردی. سبد خانوار خیلی گسترده تره و شامل اقلام متنوع تریه. اما برای اینکه ببینیم به چه صورت محاسبه میشه، این مثال ساده رو حساب کردیم. 3 کیلو ضرب در 40,000 به علاوه 2 ضرب در 5,000 130,000 واحد، 130,000 تومان این هزینه ها در سال پایه بهای پرداختی برای این سبد خانوار در سال پایه. ما شاخص رو اینجا مطرح نمی کنیم، داره تورم رو مطرح می کنیم. لازم نیست زد بگیریم. اون تغییرات شاخص یه مسئله دیگه است. می تونیم شاخص در نظر بگیریم، تعریف کنیم، سال پایه رو زد در نظر بگیریم، بعدم بیایم در سال 91 تغییرات شاخص رو حساب کنیم، به همین عدد می رسیم. اما می خواهیم تورم رو حساب کنیم به صورت ساده. هزینه ها در سال 91 هم حساب کردیم، شد 170,000. اومدیم گفتیم تورم یعنی 170,000 هزینه ها در سال جاری منهای 130,000 هزینه ها در سال پایه تقسیم بر 130,000 هزینه ها در سال پایه ضرب در 100. عددی که به دست میاد چون ضرب در 100 شده دیگه درصده، میشه 30,000 تقسیم بر 140,000 ضرب در 100. میتونیم از ماشین حسابم استفاده کنیم یا نه، تقریبا بگیم 30,000 1/4 140,000. مثلا 140,000 رو 120,000 در نظر بگیریم، بعد میشه 25%. اما اگه بخوایم از همون فرمول محاسبه شاخص برسیم به تورم، باید چی کار کنیم؟ بگیم تغییرات شاخص تقسیم برای شاخص پایه ضرب در 100، این میشه تورم.
این دبدره زدم گفتیم دلیلش اینه که شاخص قیمت ها در سال پایه رو صد قرار میدیم. شاخص تعریفش چی بود؟ متوسط بهای کالا و خدمات. داره درباره شاخص بهای کالا و خدمات صحبت میکنیم. 170,000 هزینه شده تقسیم بر 5 کیلو، منهای 140,000 تقسیم بر 5 کیلو، تقسیم بر 140,000 تقسیم بر 5 کیلو دفتر صد، میرسیم به همون 30,000 تقسیم بر 140,000 دفتر صد. در این فصل چند شاخص مهم رو معرفی میکنیم و نحوه محاسبش رو یاد میگیریم. شاخص بهای کالا و خدمات رو که دیدیم، تورم رو دیدیم. شاخص بعدی شاخص خط فقر که یه معیار بین المللی داره، 1.25 دلار به ازای هر نفر در روز میشه خط فقر. یعنی هر کی کمتر از 1.25 دلار در روز در ماهش بخوایم حساب کنیم، 30 ضرب 1.25 میشه تقریبا 37 دلار. 30 ضرب 1.30، 25 هم یعنی 1/4 ضرب 30 تقریبا میشه 7.5. 37.5 دلار در ماه دریافت کنه، حالا ضرب ریالش کنیم، بر حسب ریال به دست میاد. اما معیاری هم داره در سطح کشورها که عموماً برای هر کشور متناسب با خودش از این دو معیار استفاده میشه، یا نصف درآمد میانه، یعنی میان افراد رو در نظر میگیرن، لیست میکنن درآمدشون رو، اون درآمد میانه رو مثلا 500,000 تومان تقسیم بر 2 میشه 250,000 تومان، این خط فقر. یا میان درآمد همه افراد رو جمع میکنن تقسیم بر تعداد افراد، میانگین درآمدها، بعد اون میانگین درآمد رو تقسیم بر 2 میکنن، هر کی کمتر از اون نصف میانگین درآمد داشته باشه میگن زیر خط فقر. شاخص بیکاری یه شاخص دیگه است. نرخ بیکاری به این صورت تعریف میشه: جمعیت بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در صد. بیکارم به کسانی میگن که یا دنبال کارن، یا کارشون رو موقت دست دادن، یا منتظرن براشون کار درست بشه. خلاصه این که شرایط مناسب برای کار رو دارن اما براشون فرصت کار کردن مهیا نشده. شاغلین هم که تعریفش مشخصه، جمع بیکاران و شاغلین میشه جمعیت فعال، یعنی جمع اونایی که دارن کار میکنن، اونایی که میتونن کار کنن میشه جمعیت فعال. شاخص توده بدنی یا BMI، نماتوپم میگن، که وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مربع قد بر حسب متر، شاخص توده بدنیه که معمولا بر اساس بالاتر از 25 و کمتر از 25 میگن، اما در کتاب جدولم مشخص کرده برای دقیق تر بودن. اگر وزنمون رو بر حسب کیلوگرم مثلا 75-78 تقسیم بر قد بر حسب متر مثلا 1.7-1.8 مربع قد، باید اون قد رو به توان 2 برسونیم، این نسبت هر چقدر از 25 کمتر باشه فرد توده بدنیش کمتره. اگه خیلی کم باشه که خیلی لاغره، کم بوده بد داره، اگر زیاد باشه اضافه بد داره تا میرسه که چاقه. شاخص دیگه‌ای هم معرفی کرده به عنوان شاخص پایه آموزشی، یعنی این که
با استفاده از این شاخص که البته برای زبان انگلیسی مطرح شده، اما در کتاب به عنوان شاخص پایه آموزش معرفی شده، به این صورت به دست میاد که درصد کلمات سخت به علاوه میانگین تعداد جملات اینا جمع میشه دفتر 14. به ما چی رو میده؟ اون پایه آموزشی که اون کتاب یا منبع آموزشی داره. درستی یا نادرستی، الف درست، ب نادرست، پ گفته بهای پرداختی توسط مصرف کننده در طول یک سال رو با سالهای بعدی مقایسه نمیکنه، با سال پایه که قبل از سال مورد نظر هست مقایسه میکنه. قسمت پ نادرست اما قسمت ت درست. در یک کشور در حال توسعه خانواده 8 عضو دارد. با توجه به خط فقر جهانی حداقل درآمد ماهانه این خانواده در یک ماه چقدر باشد بر حسب دلار تا زیر خط فقر نباشد؟ گفته ما هم 31 روزه فرض کنیم. خط فقر جهانی میگه 1.25 دلار به ازای هر روز برای یک نفر این خط فقره. کمتر اگر کسی دریافت کنه زیر خط فقره. از اونجایی که برای کل این خانواده 8 نفر خواسته، بنابراین هر نفرشون 1.25 دلار باید بگیره. 8 ضرب در 1.25 دلار برای هر روز، چون برای ماه خواسته، ضرب در 31 که میشه 310 دلار باید این خانواده 8 نفره درآمد داشته باشن در ماه تا زیر خط فقر نباشن. یعنی اگه کمتر از 310 دلار دریافت کنن زیر خط فقرن. سوال بعدی گفته کامپیوتری یک هواپیما یک سری اطلاعات را در اختیار خلبان قرار میده، کدام یک از این شاخص ها کمی بوده و مقیاس فاصله ای دارن؟ منظورش که کدام یکی شاخص کمیه، کدامش مقیاس فاصله ایه. شاخص میزان سوخت اون عقربه داره نسبت به یک پایه‌ای موقعیت میزان سوخت رو نشون میده، یا دور موتور هم همینطور. اما وقتی در مورد دما صحبت میکنیم، اگر صفر تغییر باشه معنیش این نیستش که دما صفره. بنابراین دما یک کمیت فاصله ای، عددش اهمیت داره. خط فقر جهانی چه ویژگی مثبتی دارد؟ میتونیم کشورها رو از لحاظ درصد فقیر مقایسه کنیم، اما از اونجایی که هر کشوری متناسب با شرایط خودش باید سنجیده بشه، بنابراین این عیب هم داره. اما به هر حال وقتی بخوایم یه مقایسه حدودی تا اندازه‌ای داشته باشیم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. شاخص بهای کالا و خدمات هم تعریف کردیم. هر چقدر این شاخص افزایش پیدا کنه قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه. برای یافتن خط فقر چند روش وجود دارد؟ دو روش. اگر اختلاف درآمد افراد تفاوت فاحشی نداشته باشد، روش نسبه میانگین درآمدها مناسب تره. مقدار خط فقر جهانی به ازای هر فرد در یک ماه چقدر است؟ 1.25 دلار. در یک کشور جمعیت فعال 3 جمعیت بیکاره. تعداد بیکاران عدد 2 میلیون
سه برابرش جمعیت فعال میشه 6 میلیون. تعداد شاغلین رو نداریم، x میذاریم. میدونیم تعداد بیکاران و تعداد شاغلین میشه جمعیت فعال. اما اصلا برای نرخ بیکاری نیاز نبود تعداد شاغلین رو حساب کنیم، چون نرخ بیکاری تعداد بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در صد. وقتی در کتاب چند تا شاخص رو به عنوان شاخص‌های مهم معرفی کرده، باید فرمولاش رو حفظ باشیم. که میشه 2 تقسیم بر 6 ضرب در 100. بهتره 2 ششم و 1 سوم در نظر بگیریم. 100 تقسیم بر 100 تقریبا 33% نرخ بیکاری این جامعه. یعنی از هر 3 نفری که جمعیت فعال هست، یه نفر بیکاره. در یک کتاب تاریخی به زبان انگلیسی میانگین تعداد کلمات در هر جمله 13 است و درصد لغات دشوار هر جمله 2 است. شاخص پایه آموزش را حساب کنید. به جهت اینکه تمرینات بیشتری در این فیلم حل کنیم، اون قسمت هایی که نوشتن فرمول هست رو دیگه صرف نظر میکنیم، اما باید این فرمول ها رو بلد باشیم. میانگین تعداد لغات 13 به علاوه درصد کلمات دشوار 2 تو پرانتز ضرب در 14. این پرانتز اهمیت داره؟ بله، اگر نباشه اون 2 فقط در 14 ضرب میشه، بعد با 13 جمع میشه. اما باید 13 با 2 اول جمع بشه بعد در 14 ضرب بشه. این شیشی که به دست اومد که شاخص پایه آموزشه یعنی چی؟ یعنی این منبع آموزشی این کتاب با این میانگین لغات در هر جمله که 13 تا درصد کلمات دشوارش هم که 2% برای پایه ششم مناسبه. هر چقدر این شاخص پایه آموزش بالاتر، برای پایه بالاتری مناسبه، یا اینطور بگیم برای پایه‌های پایین نامناسبه چون سخت‌تره. تأکید میکنم نوشتن فرمول بسیار مهمه و نمره داره و کمک میکنه برای اینکه فرمول بهتر در ذهن ما جا بیفته. پس شاخص پایه آموزش برابر با اینجا شاخص پایه آموزش رو داده، چی رو خواسته؟ درصد کلمات دشوار. 12 مساوی پرانتز 20 میانگین تعداد کلمات در هر جمله به علاوه یه جای خالی که x ضرب در 14 هم که x در میاد 10. با توجه به جدول دیر، مقدار خط فقر را به دو روش نصف میانه و نصف میانگین به دست آورید. درآمد ماهانه سرپرست خانوار رو داده، تعداد اعضا هم داده، بنابراین سهم هر عضو اول باید پیدا کنیم. وقتی ما میخواییم خط فقر رو تعریف کنیم، ما به درآمد هر نفر کار داریم. مبنا فرد نه خانواده. بنابراین میایم سهم هر نفر محاسبه میکنیم. خانواده که 200,000 تومان، تعداد اعضای خانوارش 2 هست، سهم هر عضو 100. به همین ترتیب درآمد سرپرست خانوار رو بعد تعداد اعضا تقسیم میکنیم تا سهم هر عضو به دست بیاد. پس 2 نفر داریم با درآمد 100
4 نفر داریم با درآمد 75,000 تومان. به همین ترتیب حالا می‌خوایم به روش نصف میانه درآمد. پس باید داده‌ها رو از کوچک به بزرگ بنویسیم، میانه رو پیدا کنیم. 4 تا 75، بعد 2 تا 100، بعد 5 تا 200، 3 تا 300 و 1 400. تعداد همون تعداد اعضای خانوار دیگه، 15 تا. میانه میشه 7 تا از این بر بریم 7 تا از اون بر. وسط داده 8 200. بنابراین میانه درآمد 200,000 تومان، نصفش میشه 100,000 تومان. بنابراین خط فقر به روش نصف میانه درآمد میشه 100,000 تومان. یعنی اون کسایی که در این جامعه 15 نفره کمتر از 100,000 تومان درآمد دارن زیر خط فقرن، که شامل همون خانواده ای هست که اعضاش 75,000 تومان داره دریافت میکنن، همون خانواده 4 نفره که درآمدشون 300,000 تومنه. ما اگه بگه چند درصد این جامعه زیر خط فقره، چون 4 نفر هست، 4 نفر تقسیم بر کل تعداد افراد 15 ضرب 100، این درصد افرادی که زیر خط فقرن، تقریبا 26%. اما روش دوم برای به دست آوردن خط فقر برای این جامعه، نصف میانگین درآمد هاست. یعنی مجموع درآمد ها رو به دست میاریم، تقسیم بر تعداد میکنیم، میشه میانگین درآمد ها. نصف میکنیم میشه نصف درآمد میانگین خط فقر. این تقسیم بر 2 بسیار مهمه، نباید فراموش کنیم و فقط میانگین رو به دست بیاریم. پس ابتدا میاییم درآمد خانواده ها رو جمع میبندیم، تقسیم بر تعداد افراد میکنیم تا میانگین درآمد هر نفر به دست بیاد. میانگین درآمد که به دست اومد تقسیم بر 2 کردیم میشه خط فقر. این 15 ضرب 2 دلیلش چیه؟ اگه 15 رو میذاشتم میانگین درآمدها به دست میامد، باید دوباره تقسیم بر 2 میکردم، میتونم مستقیم تقسیم بر 30 کنم. 2800 مجموع درآمدها تقسیم بر 30 که میشه 283، تقریبا 93,000 تومان خط فقره. از روش اول نصف میانه درآمدها رسیدیم به 100,000 تومان که تفاوت کمی داره با روش نصف. وقتی اختلاف درآمدها زیاد نیست در جامعه، بهتره برای محاسبه خط فقر از روش نصف میانگین درآمدها استفاده کنیم. ما مثلا داده دور افتاده داشته باشیم، اختلاف زیادی وجود داشته باشه بین درآمدها، بهتر از روش نصف میانه درآمدها استفاده کنیم. سوال بعد گفته اگر میانگین درآمد هر فرد ایرانی 2,000,000 تومان در ماه باشه و یک خانواده 4 نفره دارای درآمد 6,000,000 تومان،
مشخص کنید آیا هر یک از اعضای این خانواده زیر خط فقرن یا بالای آن، چرا؟ ممکنه سوال کنید اگر میانگین درآمد هر فرد 2 میلیون تومنه، این خانواده 4 نفره 8 میلیون تومن که باید درآمد داشته باشن، میانگین درآمد افراد رو حساب کردن شده 2 میلیون تومن. اما میخوایم ببینیم آیا این خانواده با این درآمد زیر خط فقر هستن یا نه. چون میانگین درآمد رو داره تقسیم بر 2 کنیم، خط فقر به روش نصف میانگین درآمد افراد جامعه به دست میاد که 1 میلیون تومان خط فقره. بعد 6 میلیون تومان رو تقسیم بر 4 کنیم، هر یک از اعضای این خانواده 4 نفره 1.5 میلیون تومان درآمد دارن، بنابراین بالای خط فقرن. یه روش دیگه هم اینه، بیایم بگیم که چون میانگین درآمد هر فرد 2 میلیون تومنه، بنابراین خط فقر 1 میلیون تومنه برای این خانواده 4 نفره که میشه 4 ضرب در 1 میلیون 4 میلیون تومن خط فقر، چون 6 میلیون تومن درآمد دارن بالای خط فقرن. سوال بعدی گفته اگر خط فقر ایران روزی 18 هزار تومن به ازای هر فرد در نظر بگیریم و فردی که سرپرست خانواده 6 نفره است ماهانه 2.100.000 تومان دریافت کند، آیا این خانواده زیر خط فقرند؟ اگر زیر خط فقرند، دولت چقدر در ماه باید یارانه بدهد تا به خط فقر برسند؟ تو سوال قبل چون بالای خط فقر بودن دیگه دولت نیاز نبود که به حقوق سرپرست این خانواده اضافه کنه تا از خط فقر در بیان. اما اینجا با توجه به اینکه خط فقر برای هر نفر روزی 18 هزار تومنه، در ماه میشه 30 ضرب در 18 هزار تومن برای هر فرد، یعنی 540 هزار تومن هر فرد باید دریافت کنه تا زیر خط فقر نباشه. اما سرپرست خانواده، یعنی اون کسی که درآمد به دست میاره، برای خانواده 6 نفره باید 6 ضرب در 540 هزار تومن دریافت کنه، یعنی 3.240.000 تومان تا زیر خط فقر نباشه. یعنی خط فقر برای این خانواده 6 نفره 3.240.000 تومانه. اما حقوقی که داره الان دریافت میکنه 2.100.000 تومانه. بنابراین ما با تفاوت 2.100 و 3.240.000 تومان که 1.140.000 تومان هست، باید دولت به این خانواده یارانه بده تا زیر خط فقر نباشن. یه راه دیگرش اینه که بیایم بگیم 2.100.000 تقسیم بر 6، بعد ما با تفاوت هر نفر از این خانواده 6 نفر از 540,000 به دست بیاریم، ضرب در 6 کنیم، باز به همین عدد میرسیم. یعنی 200 رو تقسیم بر 6 کنیم، تفاوتش از 540,000 به دست بیاریم، دوباره ضرب در 6 کنیم، میزان یارانه میشه که باید به این خانواده تعلق بگیره. سوال بعدی گفته برای یک جامعه نرخ بیکاری 10% داریم. میدانیم جمعیت فعال این جامعه 30 میلیون نفره. تعداد بیکاران و تعداد شاغلین رو خواسته. فرمول نرخ بیکاری تعداد بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در 100. میایم ساده میکنیم، جای خالی که همون x هست 3 به دست میاد. وقتی x تعداد بیکاران 3 میلیون نفره، یعنی تعداد شاغلین 27 میلیونه که جمعیت فعال شده 30 میلیون. پس
ابتدا تعداد بیکاران رو به دست میاریم، بعد میگیم جمعیت فعال برابر با تعداد بیکاران به علاوه تعداد شاغلین. تعداد بیکاران رو 3 به دست آوردیم، چون 30 قرار دادیم بر حسب میلیون، 3 که به دست میاد بر حسب میلیون تعداد بیکاران 30 منهای 3 27 میلیون تعداد شاغلین. اما شاخص توده بدنی BMI، با توجه به فرمول BMI اگر سن فردی 20 سال، قدش 170 سانتی متر و وزنش 84 کیلوگرم باشد، مقدار BMI را خواسته به دست بیاریم و مشخص کنیم آیا این فرد وزنش استاندارد است یا خیر. نکته‌ای که وجود داره، ما اگر یک نفر BMIش بالاتر از حد نرمال باشه نمیگیم قدش کوتاهه، اون چیزی که قابل تغییره وزنه، برای همین میگن وزنش استاندارده یا وزنش بالاتر یا پایینتره. شاخص توده بدنی BMI وزن تقسیم بر مربع قد به دست میاریم، بعد تو جدول که نگاه کنیم میبینیم برای گروه سنی 19 تا 24 سال شاخص مطلوب 22، شاخصی که ما به دست آوردیم 29. با هر معیاری هم در نظر بگیریم، حتی سنم ملاک نباشه، 29 یعنی اضافه وزن. پس BMI فرمولش مهمه، وزن تقسیم بر مربع قد یعنی مجذور قد یعنی توان دو قد. وقتی میگیم مربعی عدد یعنی همون عدد ضرب در خودش. سوال بعدی گفته مقدار شاخص توده بدنی داخل پرانتز شاخص سلامت فردی برابر 28 است. اگر قد او 1.8 باشد، منظور 1.8 متر، وزن این فرد چقدر است؟ اینجا توده بدنیشو داده، قدشو داده، وزنشو خواسته. میگیم توده بدنی BMI مساوی با وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مربع قد. ما که وزن رو نداریم، جای خالی میذاریم، مربع قد یعنی 1.8 به توان 2. که از اینجا 1.8 به توان 2 میرسونیم، در 28 ضرب میکنیم، x بعد به دست میاد. یک و هشت همون به توان 2.3 × 24 که ضرب داره 28 بشه، میشه 90.72 کیلوگرم، یعنی 90 کیلو 700 گرم وزن این فرده. اما اگر سوال این باشه وزن این فرده که پیدا کردیم چقدر وزن باید کم کنه تا به وزن مناسب برسه، بگه شخصی با توده بدنی 28 قد 1.8 متر چقدر باید وزن کم کنه تا به وزن مناسب برسه. اول میان با توجه به اطلاعاتی که داریم وزن حال حاضر فرد رو پیدا میکنیم که 90 کیلوگرم هست، بعد میایم نگاه میکنیم با توجه به سنش که 46 سال هست شاخص مناسب 25 برای این فرد، بعد میگیم 25 شاخص مناسب مساوی جای خالی وزن مناسب تقسیم بر 1.8 به توان 2. از اینجا وزن مناسب 81 کیلوگرم به دست میاد. وزنی که دارم 90 کیلوگرم به دست آوردیم، تقریبا باید 10 کیلو کم کنه. تا به وزن مناسب برسه.
حالا اگر وزنم کم داشت، باز وزن مناسب رو که به دست آوردیم میگفتیم باید انقدر وزن اضافه کنه تا به وزن مناسب برسه. سال بعدی گفته در یک جامعه 2 میلیون نفر منتظرن که از تاریخی مشخص سر کار بروند. یعنی اینا جزو جمعیت فعالن، منتظرن برن سر کار. 1 میلیون نفر هم به تازگی فارغ التحصیل شدن دنبال کارن، پس اینا هم جزو جمعیت فعالن. اگر 17 میلیون نفر جمعیت شاغل باشن، که این جمعیت شاغلین هم جزو جمعیت فعالن، نرخ بیکاری چقدر است؟ میگیم جمعیت فعال برابر با بیکاران که شامل آدمایی هستن که میتونن کار کنن، یعنی یا دنبال کارن یا بیکاری موقت دارن یا اینکه از تاریخ مشخصی شروع به کار میکنن، به هر حال جزء جمعیت فعال هستن. پس 2 میلیون نفر به علاوه 1 میلیون نفر، این میشه بیکاران به علاوه شاغلین که 17 میلیون نفرن، میشه جمعیت فعال. اما نرخ بیکاری چجوری به دست میامد؟ تعداد بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در 100، یعنی 3 تقسیم بر 20 ضرب در 100، که اگر 100 رو به 20 ساده کنیم میشه 5 ضرب در 3، 15% نرخ بیکاری جامعه است. در کشوری تعداد بیکاران 30 میلیون نفره و نرخ بیکاری 6% جمعیت فعال این کشور چند میلیون نفره؟ آیا درست نوشتم 6% مساوی با جمعیت بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در 100؟ نه. اگه می نویزم 6% دیگه طرف راست نباید ضرب در 100 بذارم، چون نرخ بیکاری بر حسب درصد نوشتیم. اما اگر بدون صدومش می نویسم طرف راست ضرب در 100 میذارم. در حقیقت این ضرب در 100 داره از صدوم یا از درصد بودنش خارج میکنه. پس 6 مساوی 30 تقسیم بر x ضرب در 100. از اینجا x سر میاد 500 میلیون نفر جمعیت فعال. اگر تعداد شاغلین هم بخواد، ما کافیه از این 500 میلیون نفر 30 میلیون نفر بیکار رو کم کنیم، 470 میلیون نفر شغل دارن. این سوال هم مشابه سوالایی هست که حل کردیم. میانه حقوق افراد رو داشته باشیم، از روش نصف میانه خط فقر رو تعیین کردیم 2 میلیون تومان. چون خانواده 5 نفره هست، بنابراین 5 ضرب در 2 باید 10 میلیون تومان دریافت کنه تا زیر خط فقر نباشه. از اونجایی که 7 میلیون تومان داره دریافت میکنه، بنابراین 3 میلیون تومان نیاز داره تا از خط فقر بیرون بیاد. سال بعد گفته اگر تعداد متوسط اعضای خانواده های ایرانی 4 نفر فرض کنیم، میانگین حقوق یا درآمد برای خانوارهای کشور 5 میلیون تومان باشد در ماه، اگر یک خانواده 8 نفر در ماه 8 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بگویید اعضای این خانواده نسبت به خط فقر چه وضعیتی دارند. از اونجایی که هم متوسط تعداد اعضای خانواده ها رو داریم هم متوسط درآمد، بنابراین 5 میلیون تومان رو تقسیم بر 4 می‌کنیم تا میانگین درآمد افراد به دست بیاد. گفته میانگین تعداد اعضای خانوار 4 نفره، بعد از طرف دیگه گفته میانگین درآمد خانوار
5 میلیون تومنه. پس میانگین درآمد تقسیم بر میانگین تعداد اعضای خانوار میشه میانگین درآمد هر فرد 1,250,000 تومان به صورت متوسط یک نفر در ماه درآمد داره. اگر این 1,250,000 تومان رو تقسیم بر 2 کنیم به روش نصف میانگین درآمد خط فقر رو تعیین کردیم. بعد میگیم یه خانواده 8 نفره 8 ضرب در 625,000 تومان که خط فقر هست باید دریافت کنه تا زیر خط فقر نباشه. بعد میایم مقایسه میکنیم با 8 میلیون تومانی که درآمد داره ببینیم وضعیتش بالای خط فقره یا زیر خط فقره. این یه روش. یا بیایم بگیم 8 میلیون تقسیم بر 8 که میشه 1 میلیون. چون هر کدوم از اعضای این خانواده داره 1 میلیون تومان دریافت میکنن و از 625,000 تومان خط فقر بالاتره، بنابراین اعضای این خانواده بالای خط فقرن. سوال بعدی گفته در یک روستا 200 نفر از افراد بالای 16 سال شاغلن. 50 نفر باقی مانده هم دنبال کارن. یعنی جمعیت فعال این روستا چقدره؟ 200 به علاوه 50 250. نرخ بیکاری در این روستا چقدر است؟ نرخ بیکاری برابر با تعداد بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال. تعداد بیکاران 50، جمعیت فعال رو به دست آوردیم 250. 50 250 ضرب در 100. 50 و 250 رو میتونیم به 50 ساده کنیم، میشه 1/5 ضرب در 100 میشه 20%. اما قسمت بش یه مسئله جدیده. گفته چند شغل باید ایجاد شود تا نرخ بیکاری در این روستا برابر 2% شود. هر چقدر تعداد بیکاران کم بشه به تعداد شاغلین اضافه میشه، اما جمعیت فعال همون 250 نفر باقی میمونن. جمعیت فعال برابر با تعداد بیکاران به علاوه شاغلین. حالا فرض کنیم X شغل ایجاد میشه، یعنی X نفر از بیکاری در میان، 50 منهای X. از اون طرف به شاغلین X اضافه میشه. منهای X و X قرینن همون 250 سمت چپ باقی میمونه. اما ما میخواییم نرخ بیکاری 2% بشه، میخواییم ببینیم این X چنده. پس تعداد بیکاران که 50 منهای X هست در حالتی که نرخ بیکاری 2% تقسیم بر جمعیت فعال 250 ضرب در 100 مساوی با 2 قرار دادیم. طرف این وسط این 250 ضرب در 2 500، 50 منهای X هم ضرب در 100، X در میاد 45. یعنی 45 تا شغل باید ایجاد کنیم یا 45 نفر از بیکاری در بیان. جمعیت فعال همون 250 نفر حالت اول هست. فقط از تعداد بیکاران کم شده به تعداد شاغلین 45 نفر اضافه شده. اما سوالی که مربوط هست به نمودار شاخص بهای کالا و خدمات، از همون فرمول معروف استفاده میکنیم، همون تناسب شاخص در سال مورد نظر یا در سالی که قرار داریم تقسیم بر شاخص در سال پایه. منظور از سال جاری همون سالی است که مسئله از ما میخواد. مساوی با بهای کالا و خدمات یا هزینه کالا و خدمات در سال مورد نظر تقسیم بر هزینه
کالا و خدمات در سال پایه. ما شاخص رو در سال پایه 100 میگیریم، اما هزینه رو 100 نمیگیریم. این نکته مهمیه. با استفاده از شاخص میگیم این هزینه که در سال پایه، مثلا هزینه مسکن 140 بوده، در مهر 91 چه تغییری میکنه؟ چقدر میشه؟ هزینه در سال مورد نظر رو اگر سمت راست نگه داریم و طرف این وسط این کنیم، مخرج هزینه در سال پایه میره در صورت سمت چپ ضرب میشه، مخرج سمت چپ همون شاخص در سال پایه هست. پس هزینه مسکن در سال 91 مساوی با هزینه مسکن در سال پایه که 140 هست ضرب داره. از روی نمودار شاخص در سال مورد نظر یعنی سال 91 رو میبینیم، نقطه A 250 تقسیم برای شاخص در سال پایه 100. از روی نمودارم 100 رو میبینیم برای سال 90. از اینجا هزینه مسکن در سال 91 به دست میاد 350. اما این جدول یک قسمت دیگه هم داره، هزینه کل رو برای مهر 91 خاصه. باز همون تناسب میگیم هزینه، از اونجا که هزینه کل رو خاصه پس هزینه کل در سال مورد نظر همون 91 تقسیم بره هزینه در سال پایه مساوی با شاخص کل در سال مورد نظر تقسیم بر شاخص کل در سال مورد نظر. میگین من برعکس اونچه که نوشتم گفتم، دو طرف یه تناسب رو میتونیم معکوس کنیم، همون جوابه. فقط خواستم بگم مهم اینه صورت دو طرف مورد نظر یا پایه. اگر سمت چپ مورد نظر هست، سمت راستم برای شاخص، شاخص کل در سال مورد نظر. اما اگر سمت چپ هزینه کل در سال پایه است، سمت راست شاخص کل در سال پایه. x تقسیم بر 360 مساوی با 430 تقسیم بر 100. البته من اینجا بر اساس فرمولی که نوشتم حساب نکردم، چون 100 مال شاخص در پایه است، اما همون عدد به دست میاد. سال بعد گفته درآمد افراد یک جامعه کوچک به صورت مرتب شده بر حسب میلیون تومان برابر است با همین اعدادی که پشت سر هم نوشته شده. اگر خط فرق به روش نصف میانه درآمد برابر 7.5 میلیون تومان باشد، مقدار ام را به دست آورید. ما میایم میانه این اعداد رو که درآمدها هستن به دست میاریم. 4 تا این طرف، 4 تا از اون طرف، 5 و ام دو تا عدد وسط. بنابراین باید میانگینش رو به عنوان میانه به دست بیاریم که میشه 5 به علاوه ام تقسیم بر 2. خط فرق رو به ما داده چقدر؟ 7.5 مساویه. آیا درسته؟ میگید به روش نسب میانه، یعنی میانه رو پیدا کنیم نسب کنیم، 5 به علاوه ام تقسیم بر 2 خودش میانه است، باید نصف بشه بعد مساویه 7.5 قرار داده بشه. یه بار دیگه، به روش نصف میانه درآمد، یعنی ما میانه رو که به دست آوردیم نصف کنیم. ما که نصف نکردیم،
5 به علاوه m تقسیم بر 2 میانه است، نصفش میشه 5 به علاوه m تقسیم بر 2 تقسیم بر 2، یعنی 5 به علاوه m تقسیم بر 4. پس 5 به علاوه m تقسیم بر 2 این میشه میانه. میخواییم خط فقر رو به دست بیاریم از روش نصف میانه ای درآمدها. خب میانه رو به دست آوردیم، تقسیم بر 2ش میکنیم تا نصف میانه به دست بیاد. 5 به علاوه m تقسیم بر 2 میانه است، بعد تقسیم بر 2 که بشه میشه 5 به علاوه m تقسیم بر 4. بعد مساوی 7.5 قرار بدیم که خود مسئله داده، m به دست میاد، گفته m چند باشه که به روش نسب میانه ای درآمد خط فرق بشه 7.5. از اینجا m در میاد 25 میلیون تومان. سوال بعد گفته اگه درآمد افراد یک جامعه آماری به صورت این اعداد بر حسب میلیون تومان باشد و خط فرق به روش نصف میانگین برابر با 3 باشد، مقدار کار رو به دست آورید. بنابراین میاییم میانگین رو به دست میاریم، یعنی این اعداد رو با هم جمع میکنیم، تقسیم بر تعداد میکنیم. از اونجایی که میخواییم خط فرق رو به روش نصف میانگین درآمدها به دست بیاریم، میانگین تقسیم بر 2 مساوی با 3. تقسیم بر 20 که من نوشتم دلیلش اینه تعداد داده ها 10، تقسیم بر 2 که بشه مثل همون سوال قبلی یه تقسیم بر 2 خودش داشت، یه نصف میانه درآمدها هم باعث شد تقسیم بر 4 بشه. اینجا تقسیم بر 10 داره، تعداد داده ها تقسیم بر 2 میشه تقسیم بر 20، اینجا کا به دست میاد 13. این سوال یادآوری هست از نمودار جعبه ای، البته ترکیب شده با مبحث شاخص ها. برای داده های این سری اعداد یک نمودار جعبه ای رسم میکنیم. این داده ها درآمد افراد بر حسب میلیون تومان هستند. داده های داخل جعبه را به عنوان یک جامعه جدید تعریف میکنیم. خط فرق در این جامعه را به کمک میانگین به دست آورید. برای رسم نمودار جعبه ای ما نیاز داریم داده ها را مرتب از کوچک به بزرگ بنویسیم، بعد میانه پیدا کنیم. میانه را که پیدا کردیم، میانه اول، میانه سوم، یا چارک اول و چارک سوم پیدا میکنیم. یکی که تعداد داده ها 14 هست، 2 تا 10 وسط هست میانگینش، 10 به علاوه 10 تقسیم بر 2 میشه چارک دوم که همون میانه اصلیمون هست. بعد باید برای داده های قبلی و داده های بعدی میانه دوباره به دست بیاریم. 2, 2, 3, 5, 8, 10, 10، این 7 میانشون میشه 5. برای 10, 13, 15, 16, 27, 28, 29, 16 میشه چارک سوم. نمودار جعبه ای رو به این صورت رسم میکنیم که چارک های اول، دوم، سوم جعبه مون رو ایجاد میکنه. نقطه ابتدا، کوچکترین داده نقطه انتها، بزرگترین داده. این نمودار جعبه ایمون. اما گفته داده های داخل جعبه، داخل جعبه یعنی بین چارک اول و چارک سوم، 8, 10, 10, 10, 13, 15، به روش نصف میانگین درآمد میخوایم خط فقر رو تعیین کنیم. این داده ها رو با هم جمع میکنیم، درآمدن تقسیم بر تعداد، میانگین به دست میاد، تقسیم بر 2، خط فقر به روش نصف میانگین درآمد به دست میاد. میانگین شد 11. برای تعیین خط فقر به
به روش نصف میانگین درآمد باید تقسیم بر دو کنیم که میشه 5.5 میلیون تومان. یعنی اون داده های 2, 2, 3, 5 زیر خط فقرن. سال بعدی گفته میانگین درآمدها در جامعه 8 میلیون تومان به ازای هر نفر در ماه. نمودار میله‌ای روبرو به نمونه تصادفی از این جامعه تعلق داره. چند درصد افراد این نمونه زیر خط فقرن؟ اول خط فقر رو تعیین می‌کنیم با توجه به اینکه میانگین درآمدها برای افراد 8 میلیون تومان تقسیم بر 2 4 میلیون تومان خط فقره. نگاه می‌کنیم در نمودار میله‌ای محور افقی درآمده، درآمد 1 میلیون و درآمد 2.5 میلیون زیر 4 میلیون، بنابراین افرادی که این درآمدا رو دارن زیر خط فقرن. چند نفرن؟ 2 به علاوه 4، 2 نفر 1 میلیون تومان میگیرن، 4 نفر ماهی 2.5 میلیون. بنابراین 6 نفر از کل افراد که 2 به علاوه 4 به علاوه 8 به علاوه 10 ضرب در 100% افرادی که زیر خط فقر هستن به ما میده. میشه 6 24 یا همون 1/4 ضرب در 100، 25% افراد این نمونه تصادفی زیر خط فقرن. آمار استنباطی، این آماره که مربوط به نمونه تصادفی هست به پارامتر که مربوط به جامعه است نسبت داده میشه. یعنی میگیم 25% افراد جامعه زیر خط فقرن، البته اگه نمونه به خوبی بتونه نمایندگی جامعه رو داشته باشه، یعنی نمونه گیری تصادفی خوبی باشه، تعداد کافی باشه نمونه گیریمون. اما چند درصد بالای خط فقرن؟ میتونیم بگیم 100 منهای 25 75%، یا بیایم حساب کنیم بگیم 18 نفر بالای 4 میلیون تومان دریافت میکنن، 18 24 نسبت افراد ضرب در 100 درصد افراد رو به ما میده. سال بعد گفته شاخص بهای نان در سال 96 برابر 80 و در سال 90 سال پایه برابر با 65. بنابراین همیشه در سال پایه شاخص 100 نیست. اگر شاخص و یه عدد دیگه دادن ما میتونیم از همون تناسب استفاده کنیم. اینجا درصد تورم بهای نان در سال 96 رو خواسته. دیگه نمیتونیم بگیم تفاوت شاخص ها میشه درصد تورم. وقتی که در سال پایه شاخص و 100 در نظر بگیریم، یعنی شاخص پایه رو به ما 100 بگه هست، میتونیم تفاوت شاخص رو به عنوان درصد تورم در نظر بگیریم. اما اون تناسب شاخص بهای نان در سال مورد نظر تقسیم بر شاخص بهای نان در سال پایه مساوی با صورت درسته. قیمت نان در سال مورد نظر تقسیم بر قیمت نان در سال پایه. اما اینجا ما قیمت رو نداریم، فقط شاخص ها رو داریم. میایم تورم رو با استفاده از شاخص ها حساب میکنیم، میگیم تفاوت شاخص ها تقسیم بر شاخص پایه ضرب در 100 میشه تورم. یعنی وقتی که شاخص پایه عددی غیر 100 باشه به این صورت حساب میشه، یه تقسیم بر شاخص پایه باید انجام بشه و ضرب در 100. 80 منهای 65 تقسیم بر 65 ضرب در 100. عین قیمت باج برخورد میکنیم. وقتی قیمت نانو داده باشن در سال پایه و سال مورد نظر تورمو به همین صورت حساب میکنیم. تفاوت قیمت تقسیم بر قیمت پایه ضرب در 100، یعنی با شاخص به همون فرم
قیمت برخورد کردیم تا تورم رو پیدا کنیم. وقتی که شاخص در سال پایه 100 نبود، اگر شاخص در سال پایه هم 100 باشه، از همین فرمول در حقیقت 100 با 100 ساده شده، فقط صورت تفاوت شاخص ها مونده. برای همین درصد تورم از تفاوت شاخص ها به دست میاد. سال بعد گفته قیمت هر کیلو نان و هر کیلو گوشت در سال پایه به ترتیب 1000 و 12000 تومان است و در سال مورد نظر برابرن با 3000 و 24000. اگر مقدار مصرف آنها در سال پایه به ترتیب 20 و 30 کیلوگرم باشد، شاخص این دو کالا روی هم چقدر است؟ شاخص کالا به این صورت به دست میاد که همون طرف این وسط این شده یه همون تناسبه. همون تناسب رو می نویسیم، بعد هر کدوم از فاکتوراش که مجهول بود به دست میاریم. شاخص کالا رو خواسته در سال مورد نظر، بنابراین میگیم شاخص کالا در سال مورد نظر تقسیم بر شاخص کالا در سال پایه مساوی با هزینه کالا در سال مورد نظر تقسیم بر هزینه کالا در سال پایه. بعد میگیم چون دست خودمون هست، شاخص کالا در سال پایه رو میگیریم 100. بعد این 100 از مخرج سمت چپ میاد سمت راست، در صورتش ضرب میشه. هزینه کالا در سال مورد نظرم چون دو تا کالا داریم، مقادیر مصرفش هم داده در سال مورد نظر و سال پایم مقادیر مصرف همون هست، به این صورت به دست میاد. شاخص 284 از 100 رسیده 284، یعنی چی؟ تقریبا 2.8 برابر. ما درس دوم مربوط هست به سری های زمانی. سری زمانی همون نمودار پراکنش نگاشت است که نقاطش به صورت متوالی به هم متصل شده. مثلا دمای بدن یک فرد رو طی 6 روز اندازه گیری کردن و روی نمودار نمایش دادن. محور افقی زمان، محور عمودی درجه حرارت. نگاه میکنیم تعداد نقاط 24 تاست. گفته طی 6 روز اندازه گیری شده، بنابراین هر روز 4 بار اندازه گیری صورت گرفته. اگه بخوایم نقاط مربوط به هر روز رو جدا سازی کنیم، میبینیم که به این صورت هر 4 تا نقطه متعلق به یه روزه. نمودار رو نباید با نمودار سری زمانی متناوب اشتباه کرد. نمودار سری متناوب عیناً تکرار میشه که بهش میرسیم تو تمرین ها. میگه اگر اولین زمان ثبت درجه حرارت ساعت 7 صبح باشه و نمودار فقط برای ساعت های 7 رست بشه، به چه صورته؟ وقتی که 4 تا 4 تا مربوط به هر روز رو جدا سازی کنیم، اولین اندازه گیری مربوط میشه به 7 صبح اون روز. بنابراین اولین اندازه گیری 7 صبح. بعد میشموریم 4 تا بعد، باز 7 صبح. به همین ترتیب این نقاط مربوط به 7 صبح به هم وصل میکنیم. اما نمودار سری زمانی متناوبه، همون قسمت سیاه عیناً قسمت آبی رنگ مشابه همون هست. دوره تناوبش چقدره؟ 74 تا 82 تی دوره تناوب 8 سال.
هر 8 سال این نمودار تکرار میشه. وقتی میگه قیمت خودرو در سال 98 چقدر خواهد بود، یعنی 8 سال بعد از سال 90. یعنی مثل سال 90 خواهد بود. چرا؟ چون 90 به علاوه 8 میشه 98. دوباره نمودار در سال 98 از همون جایی شروع میشه که سال 90 شروع شده. سال 74، سال 82، سال 90، سال 98، سال 106. قیمت خودرو طبق این نمودار برابر با 24 میلیون تومان. اگه بگه در سال 99، یه سال بعد از 98، یعنی یه سال بعد از 82، یا یه سال بگیم بعد از 74، مشابه همن. اگه بگه در سال 100، میگیم 98 به علاوه 2، یعنی 90 به علاوه 2، یعنی 82 به علاوه 2 میشه 30. یعنی میایم نگاه میکنیم سال 100 توی نمودار سری زمانی 2 سال بعد از ابتدای آغاز سریه، بعد اون قسمتی از نمودار رو که داریم میگیم نقطه ابتدایی تناوب، 2 سال بعدش میشه مثلا 76 86. اما مبحث درونیابی و برونیابی مبحث اصلی هست که سوالات مربوط به سری زمانی از اون میاد. درونیابی یعنی که ما در سری زمانی یه نقطه رو مقدار دادش رو نداریم، از درونیابی استفاده میکنیم. نقطه قبل، نقطه بعد مشخصاتش رو داریم، معادله خطی که از دو نقطه، نقطه قبل و نقطه بعد اون نقطهی که نداریم میگذره رو مینویسیم، یه برآوردی به ما از داده متعلق به اون نقطه میده. مثلا اینجا نقطه آ مربوط به ساعت 12، تعداد مشتری ها، نقطه 14، ساعت 14. اما میخواییم بدونیم مثلا در ساعت 13 تعداد مشتری ها چقدره، یعنی اطلاعات مربوط به ساعت 13 رو نداریم، میخواییم با توجه به این نمودار برآوردی داشته باشیم. میگیم نقطه آ و نقطه بی اگر مربوط به سری زمانی هستن، بنابراین یه خطی میتونیم در نظر بگیریم که ازشون میگذره. معادله خط رو بخواییم بنویسیم، شیب خط رو لازم داریم، تفاوت عرضها تقسیم بر تفاوت طولها، 60 منهای 48 تقسیم بر 14 منهای 12 شیب در میاد 6. بعد از فرمول ایگرگ منهای ایگرگ مساوی ام در ایکس منهای ایکس یک، معادله خط گذرنده از آ و بی، ایگرگ مساوی 6 ایکس منهای 24. حالا میگیم اف 13، یعنی به جای ایکس میذاریم 13، تعداد مشتری ها رو یه برآوردی به ما میده که 54. اما این مسئله، به کمک جدول زیر تعداد مشتریان فروشگاه در ساعت 17 را تخمین بزنید، یعنی درونیابی کنید. معیار تخمین زدن این هستش که ما درونیابی میکنیم. اگر تعداد دقیق مشتریان در ساعت 17 برابر با 75 باشد، خطای درونیابی چقدر است؟ ممکنه بگید وقتی تعداد دقیق داریم چرا تخمین میزنیم؟ همیشه که تعداد دقیق رو نداریم، اصلا درونیابی میکنیم برای اینکه تعداد دقیق رو نداریم. اما اینجا میگه که درونیابی کردیم، بعد مقدار واقعی هم داریم، میخوایم ببینیم درونیابی کردیم نسبت به اون
واقعیتی که وجود داره چقدر خطا داره. خطا هم یعنی فاصله بین مقدار واقعی و مقدار تخمینی. برای درونیابی ابتدا باید معادله خط گذرنده از نقطه A و B که نقطه قبل و بعد نقطه 17 هست بنویسیم. شیب رو به دست میاریم. شیبش 10. ایگرگ منهای ایگرگ 1. هر کدوم از نقاط A و B رو میتونیم به عنوان X1 و ایگرگ 1 یعنی طول و عرضشون رو قرار بدیم و معادله خط رو بنویسیم. من نقطه A رو در نظر گرفتم و معادله خط شد y مساوی 10 x منهای 90. بعد به جای x میذاریم 17. 170 منهای 90 میشه 80. این مقدار برآورد یا تخمینه که با مقدار واقعی 75 5 تا فاصله داره. همین 5 خطای درونیابی مونه. سوال بعد گفته واریانس و انحراف معیار داده‌های مقابل را به دست آورید. ما برای اینکه انحراف معیار را به دست بیاریم اول باید واریانس را به دست بیاریم. برای اینکه واریانس را به دست بیاریم اول باید میانگین را پیدا کنیم. میانگین این 5 داده میشه مجموع این داده‌ها تقسیم بر 5. 3 پنجم 6 میشه میانگین. اما سیگما 2 که همون واریانس است به این صورت به دست میاد: برابر با سیگما ایکس آی منهای ایکس بار به توان دو تقسیم بر ان. میگیم این فرمول یعنی چی؟ یعنی سیگما 2 واریانس مساوی با هر کدوم از داده ها رو منهای میانگین میکنیم به توان دو، بعد با هم جمع میکنیم. به عبارت دیگه مربع اختلاف هر داده نسبت به میانگین پیدا میشه، مجموعش تقسیم بر تعداد میشه واریانس. تعدادشون 5 داد. 1 منهای 6 به توان 2، 7 منهای 6 به توان 2. تک تک داده ها رو از میانگین کم میکنیم به توان 2 میرسونیم، با هم جمع میکنیم این اختلاف از میانگین به توان 2 ها رو، بعد تقسیم بر 5 که میشه 45/8. این واریانس، جذر واریانس میشه انحراف معیار. رادیکال 8 که همون سیگما هست میشه 2 رادیکال 2. پس سیگما 2 واریانس، سیگما انحراف معیار. باز مسئله درونیابی. گفته میانگین درآمد سالانه مهندسین یک شرکت به صورت زیر است: 5 تا کارمند با سابقه شون نسبت به سابقه شون درآمدشون نوشته شده. ما میخوایم برای 2 نفر با سابقه 16 و 18 سال درونیابی کنیم، تخمین بزنیم ببینیم اگر تو این شرکت باشن حقوقشون چقدره. چون 16 و 18 تو این جدول مستقیما خود عدد درآمدشون نیست، ما برای 15 سال سابقه و 20 سال سابقه داریم. بنابراین با توجه به این دو نقطه یعنی 15 و 20 برای 16 و 18 درونیابی میکنیم. 16 و 18 هر دوتاشون بین 15 و 20. بنابراین معادله خط رو که گذرنده از نقطه 15 و 20 هست وقتی نوشتیم یه بار به جای x میذاریم 16، یه بار میذاریم 18. برای به دست آوردن معادله خط مختصات دو نقطه رو داریم: A 15 و 4، B 29. شیب خط رو اول به دست میاریم. تفاوت عرضها تقسیم بر تفاوت طولها. ایگرگ بی منهای ایگرگ آ تقسیم بر ایکس بی منهای ایکس آ. تا
سوال فرقی میکنه کدوم نقطه رو آ بگیریم کدوم رو بی. نه، شیب رو به دست میاریم یک، با داشتن شیب و مختصات یه نقطه میتونیم معادله خط و این فرمول ایگرگ منهای ایگرگ بی مساوی ام در ایکس منهای ایکس بی. از نقطه آ میتونیم استفاده کنیم؟ بله، نشون میدیم که فرقی نمیکنه، به یه معادله خط میرسیم. اول با نقطه آ معادله خط رو نوشتم، ایگرگ مساوی ایکس منهای 11. با نقطه بی هم بنویسیم، ایگرگ منهای 9 مساوی ام 1 در ایکس منهای 20 به ایگرگ مساوی ایکس منهای 11 میرسیم. اما میخواییم تخمین بزنیم برای 16 سال سابقه چه درآمدی؟ پس در معادله خطی که به دست آوردیم به جای x 16 قرار میدیم، درآمد میشه 5. یه بارم 18 قرار میدیم، 18 منهای 11 میشه 7. این درون یابی بود، یعنی یه نقطه بین دو نقطه‌ای که ما در سری زمانی مختصاتشون رو داریم. اما برون یابی چیه؟ فرض کنیم یه سری از نقاط رو داریم، نقطه خارج از این نقاط مورد تخمین ما میخواد قرار بگیره. پس وقتی که خارج از محدوده این نقاط باشه میشه برون یابی. اما به چه صورت برون یابی کنیم؟ در برون یابی هم ما باید معادله خط بنویسیم. اون دو تا نقطه ای که برای نوشتن معادله خط در برون یابی نیاز داریم، یکی نقطه نزدیک به اون نقطه ای هستش که ما میخوایم تخمین بزنیم و نقطه دیگه نقطه میانگین نقاطی هست که داریم. مثلا اینجا میخواد تعداد زلزله ها رو در سال نهم پیدا کنه. نزدیک سال نهم سال هشتمه دیگه، سال هشتم رو داریم. پس این یه نقطه، و نقطه دیگه که قراره باش معادله خط برای برون یابی رو بنویسیم میانگین این هشت نقطه است. سوال، میانگین این هشت نقطه یعنی چی؟ یعنی ایکسا که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هست با هم جمع میشه، تقسیم بر 8 میشه، میشه ایکس میانگین. تعداد زلزله ها که ایگرگ با هم جمع میشه تقسیم بر 8 میشه، میشه ایگرگ نقطه میانگین. پس در برون یابی هم ما معادله خط نیاز داریم بنویسیم. برای معادله خط نیاز به دو نقطه داریم، یکی از اون نقاط نقطه نزدیک به اون نقطه هست که میخواییم برآورد براش انجام بدیم، که اینجا چون سال نهم رو میخواییم برآورد انجام بدیم سال هشتم نقطه نزدیکشه، و نقطه دیگه نقطه میانگینه که میانگینه طولهای نقاطی که داریم میشه طول میانگین، میانگین عرضهای نقاطی که داریم میشه عرض نقطه میانگین. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 با هم جمع تقسیم بر 8 میشه 4.5. این طول نقطه میانگینه. اما عرض نقطه میانگین تعداد زلزله ها در این 8 سال جمع میشه تقسیم بر 8 میشه، که در میاد 208/8 26. با داشتن این نقطه میانگین و نقطه 8 به مختصات 8 و 40 تعداد زلزله ها در سال نهم رو برآورد میکنیم. به چه صورت؟ معادله خط رو با داشتن این دو نقطه مینویسیم. ابتدا شیبش رو پیدا میکنیم، شیب خطی که از نقطه متوسط یعنی همین x بار و y بار میگذره. x بار یعنی همین x که بالاش خطه،
x متوسط یا x بار میگن. بنابراین ام آسی همون شیب خط گذرنده از نقطه متوسط و نقطه هشتم 4 هست. با داشتن شیب و یه نقطه معادله خط رو می نویسیم. ایگرگ منهای ایگرگ یک مساوی ام در ایکس منهای ایکس یک. من با نقطه آ معادله خط رو نوشتم. ایگرگ مساوی 4 ایکس علاوه 8 که به جای ایکس میذاریم 9. 4 ضرب در 9 36 به علاوه 8 44 دلدلده پیشبینی میکنیم در سال 9. در این سال گفته نمودار روبرو قسمت مشکی بیانگر تعداد دقیق خودروهای فروخته شده است نسبت به زمان و قسمت رنگی تعداد خودروهای درونیابی شده را نشان می‌دهد. خطای درونیابی را در ساعت‌های 12 و 16 به دست آورید. درسته ما مقدار دقیق را داریم، اما برای اینکه مقدار خطا را به دست بیاریم باید بدونیم مقدار تخمین چقدره. یعنی معادله خط آسی رو به دست میاریم، بعد به جای x میذاریم 12، مقدار تخمین به دست اومد، از 16 کم میکنیم میشه خطا. معادله خط ایسی رو به دست میاریم، اصطلاحا به این خطوطی که تخمین میزنن میگن خط بهترین برازش، برازنده نقاطی هستن که برآورد میکنه. چون بهتر از این خطوط دیگه نمیتونه برآورد کنه. نزدیکترین داده قبل و بعد مناسبترین برای برآورد نقطه وسط. معادله خط گذرنده از آسی رو که نوشتیم، بعد به جای x میذاریم 12، مقدار تخمین به دست اومد، از 16 کم میکنیم خطا به دست میاد. معادله خط شد 1/2 x به علاوه 3، به جای x میذاریم 12، مقدار تخمین 9، بنابراین خطا میشه 16 منهای 9 7. به همین ترتیب برای نقطه دی. اما نمودار سری زمانی متناوب هست، تعداد تولیدات در ساعت 7 صبح و 21 شب رو خواسته. ما نگاه میکنیم به نمودار، دوره تناوبش 3، هر 3 ساعت داره تکرار رو میبینیم عیناً. بنابراین تعداد تولیدات در ساعت 10 با تعداد تولیدات در ساعت 13 با تعداد تولیدات در ساعت 16 برابره. همینطور برای هر ساعتی وقتی به علاوه 3 کنیم نقطه متناظرش در دوره تناوب بعدیش به دست میاد. حالا وقتی میگه در هفته صبح، ما میگیم هفته به علاوه 3 میشه 10. پس همون تعدادی که در 10 صبح تولید میشه در هفته صبح هم تولید میشه. بنابراین یا باید 3 اضافه کنیم یا کم کنیم یا مضربی از 3 تا به نقطه متناظر برسیم. وقتی میگیم 21 یعنی 18 به علاوه 3، پس همون تعداد تولیدی که در ساعت 18 هست در ساعت 21 هم هست. ما رو نمودار ساعت 18 رو داریم اما 21 رو نداریم. با توجه به اینکه نمودار سری زمانی متناوب هست، تعداد تولیدات در ساعت 21 برابر با تعداد تولیدات در ساعت 18 یعنی 26 هست. متشکرم. خدا نگهدار.